لطفاً این ویدیو رو نبین. اگر دوست نداری که با ذهنت بازی بشه یا مثل ما هیجان حد زدن سریال‌ها رو نداری و در آخر اگر کار منو کار ساده و بی‌ارزشی می‌دونی، لطفاً این ویدیو رو نبین. سلام علیکم، خیلی مخلصیم، حالتون چطوره؟ آقا توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ قسمت 8 از سریال عفیه تهران، سریالی که خیلی خوشگل و حرفه‌ای داره با ذهن مخاطبش بازی میکنه. توی این ویدیو قرار در مورد سریال و داستان جذابش با همدیگه گپ بزنیم، پس لایک با چشم بسته و انگشت زدن رو دکمه ساب فراموشتون نشه. بریم و بیایم ویدیو رو شروع کنیم. همین ابتدای ویدیو یه نقدی بکنم به پلتفرم سازنده. آقای فیلم نت، بازی سریالت پرمخاطب شد، بردیش زیر تبلیغات. قسمت 8 سریال عفیه تهران خلاصه میشه توی یک جمله: سخت ترین کار دنیا پدر مادر بودنه، چون منشأ تمام رفتار آدما برمیگرده به بچگیشون. محوریت سریال عفیه تهران آزار و اذیت کودکانه و یه سکانس جذاب داره که یکی به نلی یکی به میخ میزنه، یه ایهام جذابی درست میکنه. از طرفی میگه آقا دختر بچه ها یا حتی پسر بچه ها سر صحنه های فیلم برداری احتمال اینکه آزار روانی بهشون تحمیل بشه وجود داره. حالا از طرف دیگه میگه خود کاراکتر آرمانی که در مقابله با کودک آزار داره نقد جدی بهشون وارد میکنه، امکان داره که در ناخودآگاهش یه کودک آزاری این شکلی انجام بده. بریم سراغ پژمان جمشیدی که بالاخره بازیش توی سریال شروع میشه. در رابطه با اون سکانسی که تو فیلم آرمان بازی کرد حرف خاصی نداره، چون چیز خاصی ندیدیم. اما دو تا سکانس خوشگل داشتیم از پژمان، یکی جلوی آینه گیریم بود، یکی پشت دوربین، که به نظرم همون حرفی که در رابطه با هومن سیدی و امین حیایی زدم باید اینجا تکرارش کنم. ما خود پژمان جمشیدی رو میبینیم و این واقعا کار ساده ای نیست، به این دلیل که ما این بازیگرا رو با کلی نقشی که قبلا بازی کردن تو ذهنمون بستیم و حالا باید باور کنیم که خودشونو قراره ببینیم و این اتفاق توی عفیه تهران افتاده. اما یه اتفاق جذاب میفته، رابطه بین آرمان و پژمان در اومده و یکی از دلایلی که میگم خود پژمان رو میبینیم همین رابطه است. آرمان از منتقدیش کم نمیکنه و به پژمان تیکه میندازه و حالا از اون طرف پژمان جمشیدی با اون زیرلایه کمدی که داره به صورت کمدی و خنده‌دار جواب میده و این رابطه خیلی خوشگل شکل میگیره. قسمت 8 2 سکانس داشتیم که قطعا لقب بهترین سکانس های این قسمت به اونا میرسه. یکی سکانس مرضیه و پدرش، یکی هم سکانس آرمان و نازمش. حالا ببین، دقت کن، نکته جالب اینه که انتقامجوی کاراکتر آرمان و مرضیه از گذشته خودشون به شکل موازی و ماهرانه به تصویر کشیده میشه و دلیلی که میگم بهترین سکانس ها بودن اینه که میزان خشونت و تنفری که تو این سکانس ها باید به من مخاطب منتقل میشد شد. اگه یادتون باشه تو ویدیو قبلی بهتون گفتم دلیلی که دست مادر آرمان نمیاد و دست پدر رو تکمیل نمی کنه اینه که دست چپه، باید حلقه توش ببینیم و احتمالاً حلقه وجود نداره، که توی این قسمت کاملاً بهمون این موضوع رو نشون میداد. اما یه سری ها تو کامنت های ویدیو قبلی مسخره کرده بودن که این چه فکت مزخرفیه داری میگی؟ رفیق من، همین جزئیات ریزه که داستان رو تکمیل میکنه. بریم سراغ داستان. قبل از اینکه جدی وارد داستان بشیم میخوام یکی از پیشبینی‌های قبلیمو مجدد اینجا بهتون بگم برای اینکه ثبت بشه. من احساس میکنم که تو فیلم آرمان کاراکتر عفیه تهرانو که هنوزم ندیدیم بازیگرشو قرار خود آرمان بازی کنه. سوال اول، آیا مرضی عفیه تهرانه؟ ببین، مرضی جز شوهرش فقط به یک قتل اعتراف کرده، اونم قرار بود تو این قسمت به صورت شفاف توضیح بده که جنازه کجاست. آیا این کارو کرد؟ نه، پس مرضی عفیه تهران نیست. اما چرا درخواست ملاقات با پدرشو داره؟ جدا از این که خب اعدامیه و در واقع نمیتونست ملاقاتی داشته باشه با کسی، میاد چیکار میکنه؟ به این بهونه پدرشو میبینه و بهش ثابت میکنه که آقا مسبب تمام بدبختی های من توی. نه ببین، این اصلا تم اصلی قصه همینه پژمان. حالا احتمالا با خودت میگی که آقا اصلا اوکی، مرضی عفیه تهران نیست، ولی اسم نگیره هاشمی رو از کجا میاره؟ چجوری میفهمه که باید این اسمو بگه؟ یه چیزی میخوام بهتون بگم، یادتونه که در رابطه با کتاب جنایت مکافات قبلا با هم حرف زده بودیم که آرمان این کتابو به مرضی هدیه میده که اونو از نظر روانی آماده کنه برای تبدیل شدن به یک قهرمان که از کرده خودش پشیمون نیست. یادتونه؟ حالا در کنار اون کتاب آرمان یه سری مجله هم
بهش داد دیگه، درسته؟ حالا بیایم اینطوری فکر کنیم که تو یکی از اون مجله ها تو بخش حوادث نوشته شده که نگره هاشمی 9 ماهه که مفقود شده. خب کاراکتر مرزی هم فقط همینو میگه، پس تموم شد و رفت. و تئوری اصلی ویدیو، قبلش بهتون بگم که من همچنان دوست ندارم که آرمان بیانی رو عفی تهران بدونم، ولی بی نهایت منتظر این لحظه ام که آرمان بیانی تبدیل بشه به عفی تهران. حالا بهم یه چیزی بگو، عفی یعنی چی؟ نوعی از مار دیگه، درسته؟ حالا رفتار کلیشه‌ای مارا چیه؟ پوست اندازی. حالا با توجه به چند تا موردی که در ادامه میخوام بهتون بگم، میخوایم به یه چیزی برسیم. مورد اول، دو قسمته که سریال به یه موضوع اشاره میکنه. آرمان توی مدرسه گردنگیر بوده و حتی تکلیف بقیه رو با دستخط و لحن خودش کپی میکرده. مورد دوم، تغییر آروم کاراکتر آرمان از کاراکتری که اوایل سریال تحقیر میشد ولی به مرور به جایگاهی رسیده که با ناظم مدرسهشون اون رفتار رو میکنه، به فرهاد میگه من پایان‌بندی فیلممو تغییر نمیدم و یه سری رفتار دیگه، که همه اینا یعنی شاهد پوست‌اندازی آرمان بیانی هستیم و اون داره کم کم پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به عفی تهران رو پیدا میکنه. حالا اینجای ویدیو از آنتی فکتی که بهتون میگم آرمان نمیتونه عفی تهران باشه میخوام براتون بگم. دقت بکن، فکت زیاده که بگیم آرمان عفی تهرانه، درسته؟ خیلی هزار تا فکت وجود داره. از طرفی این میتونه هنر نویسنده باشه که از اول قصه شک و بندازه رو کاراکتر اصلی و به مرور حالا که تبدیل میشه به عفی تهران ما تمام فکتای قبل رو فراموش کنیم. اینو قبول داری؟ حالا اینو بذارش کنار، آنتی فکت من چیه؟ به من بگو چرا کسی که قاتله باید این ریسک رو به جون بخره و بره پیش یه تراپیست؟ دقت بکن، در رفت و آمد پیش تراپیستت ناخودآگاهت به کار میفته و امکان داره یه جایی خودتو لو بدی. اما با توجه به آنتی فکت من، حالا بیا داستان این شکلی ببین. ما یه کاراکتری داریم که طی هفته‌های مختلف میره تو جلسات تراپی با تراپیستش، اوکی؟ حالا در مسیر رفت آمد تو این جلسات ناخودآگاه یک روزی تبدیل میشه به یک قاتل خطرناک. اینجا با منطق جور در میاد که حتی در ناخودآگاهش یک جایی خودش رو لو بده و من میپذیرم به عنوان مخاطب. حالا با توجه به فکتی که بهتون گفتم، کاراکتر مژگان تنها کسیه که از قاتل بودن آرمان مطلع میشه و میتونه اونو لو بده. سوال بعدی، آیا مرضیه اعدام میشه؟ ببین در هر صورت مرضیه باید اعدام بشه چون بالاخره شوهرشو کشته، اما میخوام توجه تو به یه چیز جذابی جلب کنم. دقت کن، آرمان قرار نیست بره سر صحنه اعدام، درسته؟ چرا؟ به این دلیل که کسی که سعی کرد قهرمان بشه نمیخواد شکستشو ببینه. یه چیزی که قطعا باید اینجا بهش اشاره بکنم اینه که گاهی دیدن صحنه اعدام یک قهرمان لحظه جذابی برای انسان نیست، ولی آدم هایی وجود دارن توی این مملکت که حتی دیدن اعدامشون از اون انسان قهرمان با شرفتری میسازه. توماج سالایی عزیز رو هیچ وقت فراموش نمی کنیم و بی نهایت امیدوارم که هشتگ آزادی تو خودم بزنم. گاپون شریفه، تو خود گاوی، خون تو پولت بوده، گرفتی هاری. برگردیم به سریال. پس الان کاراکتر آرمان قرار نیست که سر صحنه اعدام مرضیه حاضر بشه. حالا چه اتفاقی میتونه حکم مرضیه رو بشکنه؟ پیدا شدن جنازه جدید. مگر کسی که قرار عفی تهران بشه نباید کودک آزارا رو بکشه؟ آرمان یه شب تا صبح وقت داره که باید سوژه پیدا کنه. خب مسلما چیز ساده ای نیست، چون ما داریم میگیم با توجه به فکت قبلی میگیم آرمان عفی نیست ولی میتونه تبدیل بشه به عفی. بچه حتی اگر همین اتفاق بیفته که یک نفر یک قتل جدی انجام بده، من احساس میکنم سریال و مسیر درست روایت اینه که ما الان نفهمیم، مثل پلیس و خیلی دیگه از کاراکترهای تو قصه، نفهمیم که آرمان انجام داده تا رسیدن به جای درستش که بگیم خب دیگه این کاراکتر تبدیل شده و احتمالا اون قتله رو آرمان انجام داده. ببین اینا چیزایی بود که دیشب با هیجان بالا از دیدن قسمت 8 بهش رسیدم، ولی من احساس میکنم تو شب اعدام مرضیه اتفاقی نمیفته. ببین دوست دارم اتفاق بیفته، ولی حسم این شکلیه و جذابترش از نظر روایت داستانی این مدلیه که آرمان برای اینکه تایید بکنه که افعی قهرمانه نه پلیس، میاد بعد از اعدام مرزی یک قتل رو انجام میده که بگه کسی که اعدام کردین افعی نبوده. اما بازم با توجه به جمله‌ای که چند ثانیه پیش گفتم، ما نباید همون لحظه بفهمیم، بعدن تو قسمت‌های بعدی شاید متوجه بشیم که اون قتل کار آرمان بوده. بریم ببینیم چی پیش میاد. و اما حرف آخر پتروس،
هفته گذشته که قسمت هفتم عفیه تهران پخش شده، یه سوتی تو فضای مجازی اصلا ترکونده، وایرال شده. من صرفا نظرمو میگم، تو راهنماییم بکن. خیلی هم میگم بر اساس یکی از دیالوگای تو سریال، تیگو 7 تسم تایم نداره و این سوتی سریال بوده، درسته؟ اوکی. این تصویر رو ببین، چرا برای تیگو 7 دارن تسم تایم میفروشن؟ من نمیفهمم، تو راهنماییم کن. دمت گرم که ویدیو رو تا اینجا کار دیدی. تکرار کنیم، حتی اگه سرمون بره خورده به تنمون پیروزی گره.